الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. شهید حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده این به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند. آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسند. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچه را که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شب‌های عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم. از مائده‌های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم. راه ما راه سید الشهدا است و آنان که پای یقین در این راه نهادند آرزوی سرباختن دارند تا به ذبیح الله اعظم از همه نزدیک تر شدند. شهادت قلبی است که خون حیات را در شریان‌های سپاه حق می‌دواند و آن را زنده می‌دارد. عقل‌های محجوب و آیینه‌های قیراندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند توانست که معنای حیات اندر رب را دریابند؟ حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمی‌توان یافت. ای وجدان‌های نیم خفته چشم بیداری بگشایید و ای بیداران گوش فرا دهید. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفتیم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانیم. خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است. فقط به خاطر اینکه شهدای امام داشتن، هر کی حسین داشته باشه همه عالم بود. قفس تنگ تنش را رها کرد و در معیت ملائکه خدا عرصه آسمان اول را که با نور کهکشانها احاطه شده بود طی کرد و به ملأ اعلا پیوست و ما ماندیم. او رفت اما اسلحه‌اش بر خاک نماند. کمکش RPG را برداشت و سینه خیز به سراغ دشمن رفت. ای شقایق های آتش گرفته، دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود داند. آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟ گله نداره، این همه شکیست مخما جمعه قد نشناد موقع گریه دارم. من به حال خودم، حتی اقل فقط به حال خودم گریه میکنم.
مردم، حریب و فتنه جهان را گرفته است، مکر و ریا و زمین و زمان را گرفته است. ای مردم صداقت و ای مردم ریا، ای مردمان زور و زر و فقر و بوریا، دیروزتان حماسه و تکبیر و طبل و تیر، دیروزتان تجمل و خاموشی و دریغ، دیروزتان گرسنگی و غیرت و غرور، دیروزتان حقارت و ساز و سوز و سور، دیروزتان صلابت کوه و خروش روح، دیروزتان فراز، دیروزتان فرود. آیا وصیت شهدا را شنیده ای؟ آواز عاشقان خدا را شنیده ای؟ گلپاره های سوخته بر دوشتان نبود؟ تنهای زخم خورده در آغوشتان نبود؟ حق با شماست این که زمین سر به سر ریاست، حق با من است این که زمین خاک کربلاست. حق با شماست نام و شرف را نیافتی، دنبال نان و ننگ به هر سو شتافتی. حق با شماست زندگی و نان برادرند، از مستی و شراب هم آشناترند. خرماگران عافیت اهل خدا شدند، اهل خلوص نیز مقدس نما شدند. حق با من است این که علی نام شب ندار، یک جو طلب ز مصر و حجاز و حلب ندار. حق با من است این که علی هم تقیه بود، دنیا به بوز عدسه بوز هم تقیه. حق با شماست دست گروهی فراغ شد، هر کس رسید تشنه بازار و کار شد. حق با شماست چون که سیاست ریا شود، بهتر که از حریم بیامد جدا شود. حق با شماست این که فراموش می شوی، چون سنگ بی تفاوت و خاموش می شوی. گر هم کسی به درد شما خوش می کند، دانم که ناشنیده فراموش می کند. حق با شماست، آری حق با من و شماست، حق با من و تو نیست، حقیقت فقط خداست. ای مردم جراحت و جنگ و جنون ده، این دوده فتنه گرد به ایمانتون چه کرد؟ گیرم خدا برای شما نان نمی دهد، آیا کسی برای خدا جان نمی دهد؟ گیرم خدا برای شما نان نمی دهد، یا کسی برای خدا جان نمی دهد؟ مردم سوال می کنم آیا خدا چه شد؟ چور و نوای قدس و غم کربلا چه شد؟ ردایتان چه می شود ای مردم بزرگ؟ اینک شما و هی هی چوپان و دشت و گل. مردم هنوز رایت توحید با شماست، مردم هنوز رایت توحید با شماست، سرداری از قبیله خورشید با شماست. وقتی که آفتاب جلودار قافله است، دیگر چه بین از شب و این جاده باز منتظر غیرت شماست. کوفه از کربلا، جده پریادتون کوفه.